امروز سراغ چند صحنه ای را گرفته ایم که کمی خنده دار است، پس با هم میبینیم. آخرین پرواز را تجربه میکند. این یکی خیلی زیاد پرواز داشته و باید جواب پس دهد. این نوعی دیگری از موتورسایکل سواری. این حیوان از خود بزرگتر را می‌خواهد بخورد. نگاه کنید. هورس. هورس نو، دات وونت گو این یور تری. کام هیر. نو. پاس می د بامبو. خانم می‌خواست موهایش را قیچی کند، اما فکر کنم موی نیست، آهن است. وقتی گاو حاضر نیست قایق سواری کند، این صحنه به وجود می آید. اگر روزی شیشه های ماشینتان را یخ زد، خیلی هم راحت می توانید تمیز کنید. این طرح جالب است. این خیلی جالب است. بچه مادرش را قلقلک می دهد. دختره می رقصد، اما یک بار دلقک با چهره ترسناک نزدیک می آید. وقتی نداشتی نمیارزی. حیوانی که دست ندارد از گربه سیلی میخورد. این پلیس ها واقعا دشمن را در جا نابود میکند. این دو خرس آفتاب گرفته، سلامی هم می دهد. اینجا چی خبر است؟ همه مشکوک شده که در توالت هواپیما خیراتی باشد. این هم ماشین است. نگاه کنید، خیلی هم باحال است. حتی می توانید روی آن کباب کنید.
اینجا چه خبر است؟ آشپز قرار است تخم را خام در دهن پسر پرتاب کند اگر موفق شود. این پیرزن این گونه برایش موسیقی تولید می کند. این چیست؟ ماشین که نیست، بنزین می زند و حرکت می کند ولی تابوت است. This nigga just put gas in a casket. And it's moving. This nigga, he was نفر بچه تمساح را گرفته، اما صبر کن، مادرش در راست. نفر خوشحال می آید که از دوست پسرش دیدن کند، اما خبر ندارد که دوست پسرش در کنار دوست دخترش است. آیا شما هم می توانید؟ واقعا خنده دار است. نوش جان کسانی که موی ندارد. کار اگر به این سرحد رسید دیگه تمام است. شاید اسمش را هم فراموش کرده باشد. یک پرنده فقط وقتی میتواند پرواز کند که بالهایش را در آسمان تکان دهد. در بعضی از موارد نادر میتوانید ببینید که یک پرنده بدون حتی تکان خوردن در آسمان معلق است. مثلا در این کلیپ یک پرنده را میبینید که بدون حرکت در آسمان کولومبیا قرار دارد. این پرنده سفید که بالهایش باز است به حرکت به نظر میرسد. وقتی دوربین روی پرنده زوم میکند به نظر میرسد که در حال جنبیدن است. در این ویدیو رهگذرها را میبینید که همانجا میایستد و با تعجب به این منظره عجیب نگاه میکنند. در یک اتفاق مشابه دیگر یک خانواده از کلاخ فیلم گرفتند که گویا در هوا معلق بود. این کلاخ سیاه که در نیو مکزیکو دیده شد به نظر کاملا به حرکت است. کارشناسان هنوز دلیل چنین اتفاقی را نمی دانند. بعضی از حیوانات تهاجمی هستند و بعضی ها فقط از خودشان دفاع میکنند، اما این دفاع هم گاهی اوقات میتواند یک آدم را بکشد. ماهی بادکنکی دفاعی منحصر به فرد دارد، به این صورت که مثل یک بادکنک باد میکند. پوست و روده ماهی بادکنکی حاوی نوع سم است. این مواد از سیانید هم سمی ترند. این سم منجر به فلج شدن می شود، چون مانع این می شود که مغز به بقیه بدن سیگنال بفرستد و جلوی سدیم را می گیرد. این حمله مرگبار می تواند منجر به مرگ فرد قربانی شود، چون مغز نمی تواند فرمان نفس کشیدن را بر ریه ها بدهد که همین در نهایت منجر به خفگی می شود. تا حالا در آسمان گاو دیده اید؟ خب حالا می توانید ببینید. در این ویدیو گاوهای سی وی سی را می بینید که توسط یک هلیکوپتر به چراگاه‌هایشان منتقل می شوند، چون در صورتی که مریض یا زخمی باشند انتقالشان با ماشین بسیار سخت است. حدود 10 گاو با هلیکوپتر و با کمک یک کابل منتقل می شوند. گاوهایی که سالم بودند خودشان قدم زنان از کوهستان پایین رفتند. احتمالاً گاوهایی که پرواز کردند هیجان زیادی را هم تجربه کردند. خب دوستا، کدام یکی برایتان جالب بود؟ در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، بدرود.